سال 2021 برای اپل سال خیلی پرباری بود. چرا؟ 4 تا مدل آیفون معرفی کرد، آیمک 24 اینچی معرفی کرد، 2 مدل مکبوک معرفی کرد، ایرپاد معرفی کرد. ولی در کنار همه اینا ما مجبور شدیم با یه سری دیگه از محصولات اپل خدافظی کنیم. توی ویدیو امروز میخوام 5 تا از این محصولاتی که اپل گفته دیگه قرار نیست از سال 2021 به بعد تولید بشن و بگم براتون، بعدم بگم اصلا چرا اپل تصمیم گرفته همچین کاری بکنه. پس با من و دیجیاتو همراه باشیم و من مریم هستم. توی فروردین سال 2021 اپل اومد اعلام کرد که از امسال به بعد من دیگه هومپاد تولید نمی کنم، یعنی تولیدش رو متوقف کرد. خودشم دلیل این قضیه رو گفت آقا من میخوام هرچی منابع و چه میدونم هزینه و وقت و اینو دارم و بذارم روی آپگرید کردن، در واقع بالا آوردن هومپاد مینی، این بره کنار، من روی این میخوام سرمایه گذاری بکنم. ولی اونایی که هومپاد خریدن همین چند وقت پیش از قبل داشتن، خیالشون راحت باشه، من ساپورت و پشتیبانی و بروزرسانی نرم افزاری و اینا رو برای هومپاد میدم بهتون، لازم نیست بندازینش دور، خیالتون راحت باشه. حالا دلیلی که کمپانی اپل این تصمیم رو گرفته دقیقاً چیه؟ قضیه از این قراره که اپل اونقدری که اومد سرمایه و پول و اینجور داستانا صرف توسعه هومپاد کرد، هومپاد از اونور به سود نرسوند. وقتی که سال 2018 رو برید نگاه بکنین، همزمان با وقتی که هومپاد ریلیز شده، یه سری دیگه از رقبای اون هم اومدن بالا، مثلا چی؟ مثل آمازون اکو یا مثل گوگل هوم. ولی داستان از این قرار بودش که هومپاد کیفیت صداش از این دوتا خیلی بالاتر بود، ولی خیلی خیلی گرونتر از اینا بود. هومپاد رو اون موقع با قیمت $349 اپل داشت میفروخت، اون یکی دوتا ارزونتر بودن. بعد کاربرا و ملت هم میرفتن میگفتن آقا خب ما چرا بریم اینو بخریم وقتی اینو داریم، وقتی گزینه ارزونتر داریم. خلاصه همین شد که از روز اولی که هومپاد اومد بیرون اونقدر به دل کاربرا نشست. خلاصه که اینجای داستان اپل اومد گفت آقا من یه لطفی میکنم به شما، هزینه این هومپاد رو میارم پایینتر، همونجوری که فهیمه داره به من لطف میکنه میذاره من جلو دوربینش وایسم. قیمت هومپاد رو از $350 کردش چقدر؟ $299. ولی هنوزم هیچکی نمیرفت بخرتش. چرا؟ چون قیمت اون دوتا رقبا هنوز از هومپاد پایینتر بود و یه ضربه اساسی خورده بود وسط فرق سر هومپاد، هیچکی نمیرفت بخرتش. خلاصه که اپل اومد گفت من یه لطفی میکنم به کاربرا، قیمت هومپادم رو از $350 میکنمش $299، برین عشق بکنین. ولی هنوز کاربرا نمیرفتن سراغ این دیوایس، چون همچنان گرون بود این هومپاد نسبت به سایر رقباش. ولی گرون بودن این هومپاد تنها دلیلی نبود که باعث شده بود کاربرا خوششون نیاد از این دیوایس، بلکه یک دلیل دیگه هم وجود داشت به اسم سیری. قضیه از این قرار بود که سایر رقبای این هومپاد مثلا آمازون اکو دستیار صوتیش الکسا بود، دستیار صوتی گوگل هوم الکسا و گوگل اسیستنس بود و این دوتا دستیار صوتی خیلی خیلی پیشرفته تر از سیری بودن. مثلا یکی از باگای سیری این بودش که به صدا خیلی حساس نبود، مثلا از اون وری که داد میزد سیری برنامه روزانه مریم رو به من بده، میومد کل روزا برنامه روزای منو میذاشت کف دست یارو، یا مثلا چه میدونم کتاب نمیتونست بخونه برای کاربر، یا مثلا اگه میگفتی از اسپاتیفای آهنگ واسه من پلی کن سیری نمیتونست. خلاصه که این مشکلاتی بود که سیری داشت و سایر رقبای ارزونتر نداشتن. البته کمپانی اپل خیلی تلاش کرد که سیری از اون باتلاقی که فرو کرده بودش توش در بیاره، آپدیت بده، ساپورت بده که باگای اینو در بیاره، ولی نشد که نشد، اصلا جا نمیافتاد سیری توی دل مردم. خلاصه که گفت اوکی من تسلیم میشم، هومپادو بذاریم کنار، کار بکنیم روی هومپاد مینی که کیفیت صدای هومپاد فول سایز رو داره، چه میدونم به هوم کیت رو ساپورت میکنه، اپل میوزیک رو ساپورت میکنه، سیری هم داره، با این تفاوت که کوچولوتر، سبکتر، ارزونتر هم هست. بیایم هرچی داریم و بذاریم روی این. محصول بعدی که مثل اینکه قرار نیست دیگه دستمون به نوش برسه آیمک پروه. خود اپل چی میگه؟ میگه آقا من کاربرامو میشناسم، انتظاری که کاربر از من داره آیمک 27 اینچی با پردازنده کورای 9 10 هسته‌ایه که هم ارزونتره، هم سرعتش بیشتره، هم خفن‌تر، قوی‌تره. وگرنه آیمک پرو با پردازنده زون دبلیو 8 هسته‌ای به درد من و کاربر من نمیخوره، اونو بندازیم بیرون، بیاین آیمک 27 اینچی بخریم. حالا همه اینا رو بذاریم کنار، یه قضیه دیگه هم هست که خود اپل هم گفته ازش، گفته آقا از سال 2017 تا به الان که ما آیمک پرو رو دادیم بیرون هیچ آپدیت سخت افزاری ندادیم براش، شما بیخیال این گزینه بشین، برین سراغ آیمک 27 اینچی که مثل کره داریم سخت افزارش رو بروز رسانی میکنیم. و قضیه هم از همین قراره، خود اپل هم میدونه که هیچ وقت
حال و حوصله آپدیت کردن و بروز رسان کردن یکی از قدرتمندترین دیوایس هاش رو نداشته، برای همین یه دیوایس دیگه داده بیرون، اونو شوتش کرده بیرون، گفته کاربرا برن بریزن این دیوایس رو بخرن. البته به قول امین حسین اصلا از کجا معلوم که اپل قراره این آیمک رو شوت کنه بده بیرون؟ نکنه چند سال دیگه بیاد یه چیپ M1 Max بندازه تنگش، اونو بیاره تو بازار بگه واو یه دیوایس جدید و خفن و قوی و اینا آوردیم برید اونو بخریم. ولی حالا انیوی تا چند سال دیگه مسک خبری قرار نیست از آیمک پرو بشنویم، مخصوصا آیمک پروی که به رنگ خاکستری فضاییه. خلاصه که اینم میشه محصول بعدی که اپل گفته دیگه قرار نیست تولیدش بکنه، اکسسوری ها یا لوازم جانبی خاکستری فضایی. البته این نکته عجیب غریبی هست، اونم اینه که توی مکبوک های M1 این مکبوک ها در واقع اکسسوری های این مکبوک ها به رنگ خاکستری فضایی موجود بودن و پیش بینی که تحلیلگرا دارن میکنن اینه که احتمالاً اپل چون میخواد تمام اکسسوری ها و دیوایس هاشو رنگی رنگی بده بیرون دیگه اونو گذاشته کنار، چون مثلا مات رنگشو بی هالووین داستانا. ولی حالا چی میشد اینا نگه میداشون گوش؟ حالا شاید من دلم میخواست برم یه موس خاکستری فضایی بگیرم، نمیدونم مشکلش با این قضیه دقیقاً چی بوده. محصول بعدی که اپل گفته تولیدش رو میخواد متوقف بکنه، البته خیلی بی سر و صدا گفته، چیه؟ آیمک 21 کنیم این چی؟ قضیه از این قراره که توی ماه اکتبر اومد خیلی بی سر و صدا دیگه تولید این آیمک ها رو متوقف کرد. حالا مردم از کجا فهمیدن؟ رفتن تو اپستورا چک کردن، دیدن آقا موجودی توی انبار از این آیمک نیست، شارژ هم نمیشه، فهمیدن که آره مثل که اپل زیرزیرکی کلا تولیدش رو متوقف کرده، که البته خیلی مسئله عجیب غریبی هم نبوده، چون چند ماه قبلش آیمک 24 اینچیشو داده بوده بیرون که هم نازک بوده، 100 تا رنگ داشته، نارنجی و زرد و چه میدونم مثلا سبز مغز پسته ای، هم کله قاضی، آره سبز کله قاضی که آره خوشگل‌تر بوده و خفن‌تر بوده، اونو دیگه انداخته بیرون، شوتش کرده بیرون، این یکی رو آورده وسط، یه محصول جدید درست درمیاد. بریم سراغ محصول پنجم و در واقع محصول آخر. توی سپتامبر سال 2021 اپل اومد آیفون 13 رو ریلیز کرد، همزمان باهاش تولید آیفون XR رو متوقف کرد و الان توی لاین اپ اپل فقط همین گزینه‌های محدودی وجود داره که الان بهتون میگم: 4 مدل آیفون 13، آیفون 12، آیفون مینی، آیفون 11 و نسل دوم آیفون SE. حالا قضیه از چه قراره؟ سال 2018 اپل اومد آیفون XR رو داد بیرون با صفحه نمایش LCD 6.1 اینچی با چیپ A12 بایونیک که تا سال 2021 یعنی همین امسال این گوشی پا به پای گوشی‌های قدرتمند دیگه ای اپل به فروش رسید، یعنی هم قدم با اینا اومد جلو، ملت می‌خریدنش، چرا؟ چون ارزان‌تر هم بود دیگه و کلاً خیلی سر و صدا کرده بود، یعنی قدرت رو گرفته بود دستش. البته بوستر 2021 پارساله. آها الان 2022 ایم، ببخشید پارسال، تا پارسال اومد بالا. حالا تحلیلی که خود من دارم اینه که این آیفون XR انقدر درست و درمون و با کیفیت و خفن بوده که کاربرا بی خیالش نمی‌شدن، یعنی چندین و چند سال بوده که این آیفون رو داشتن، نمی‌رفتن سراغ گوشی جدید و اپل ترسیده که آقا همینجوری آلردی فروش گوشی‌های آیفون کم شده بوده، دیگه می‌خواسته بیشتر از این در واقع ضرر نکنه، اومده اینو گذاشته کنار که این موقع ورشکسته نشه، ملت برن بقیه گوشی‌های جدیدترش رو با قیمت‌های خیلی خیلی بالاتر بخرن. یکی از پیش‌بینی‌های عجیب غریب و جذابی که میشه راجع به این قضیه کرد اینه که چند وقت دیگه اپل بیاد این آیفون XR رو توی قالب آیفون SE نسل 3 بده بیرون، همون کاری که بارها انجام داده که فقط دوباره سر زبون بیفته و چه میدونم مردم برن اون گوشی‌های جدیدترشو بخرن. همین کارو کی کرد؟ اومد توی نسل در واقع نسل آیفون 8 رو متوقف کرد تولیدش رو، چند وقت بعد اومد آیفون SE نسل دوم رو داد بیرون که خیلی خیلی شبیه به آیفون 8 بود. این اون سناریوی عجیب غریب و در واقع خبیثانه یه که اپل بارها و بارها انجامش داده. اینم از ویدیو امروز، توی کامنت ها برای من بنویسین که نظر شما راجع به این که اپل اومده این 5 تا محصول رو تولیدشون رو متوقف کرده دقیقاً چیه. همچنین یادتون نره که این ویدیو رو لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، اون زنگوله که نمیدونم بالا پایین کنار کجاست بزنین تا خودتون اولین کسی باشین که ویدیوهای من رو میبینین. پس تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.